پردازیم به جملات و عبارت های بسیار رایج و کاربردی با لغت again در انگلیسی. دوستان همونطور که میدونید لغت again یعنی دوباره. again یعنی دوباره. شاید شما خیلیاتون again تلفظ بکنید اما تلفظ درستش به این صورته. again یعنی دوباره مجدد و حالا با مثال هایی که در این درس خدمت شما تقدیم میشه با کاربردش بیشتر آشنا خواهید شد. اولی مثال try again try again try یعنی سعی کردن و فعل try در ابتدای جمله اومده و وقتی که فعل در ابتدای جمله در انگلیسی میاد ساختار امری رو بیان میکنه و وقتی که در اینجا در ابتدا اومده یعنی سعی کن پس فعل try یعنی سعی کردن امتحان کردن حالا دقت داشته باشید در مورد تلفظش ترای نیست دوستان try try بین T و R صدایی وجود نداره ما هم صدایی اضافه نمی کنیم try یعنی سعی کردن try again یعنی دوباره سعی کن try again See you, again. see you again see یعنی دیدن یو یعنی تو Again یعنی دوباره یا مجدد سی یو اگین یعنی دوباره ببینمت یا دوباره میبینمت که بسیار در مکالمات استفاده میشه و زمانی که شما میخواهید با کسی خداحافظی کنید میتونید از این عبارت استفاده بکنید See you again. دوباره ببینمت. دوباره میبینمت. See you again. Don't come again. Don't come again. Don't یعنی انجام نده که مختصر شده دوناته. Come یعنی آمدن. Do not come یا don't come ساختار امری منفیه در فارسی بهش نه هم میگیم یعنی یه کاریو انجام نده کدوم کار رو انجام نده کام آمدن دونت کام یعنی نیا اگین یعنی دوباره دونت کام اگین یعنی دوباره نیا مجددا نیا دونت کام اگین He came here again. He came here again. He yani uye aqa. came گذشته فعل بیقاعده کام یعنی آمدن در زمان گذشته پس اینجا یه لغت هم یاد گرفتیم کیم شد گذشته فعل بیقاعده کام که وقتی به زمان گذشته میره شکلش عوض میشه به جای کام می نویسیم کیم یعنی آمد در زمان گذشته here یعنی اینجا again یعنی دوباره He came here again یعنی او دوباره به اینجا آمد او آقا دوباره به اینجا آمد he came here again he came here again please come again please come again please یعنی لطفاً در مورد تلفظش دو قد بفرمایید خیلی از زبان آموزا میگن پیلیز این تلفظ اشتباه تلفظ درست به این صورته پلیز پلیز بین پی و ال صدایی وجود نداره پس یاد بگیرید که بی صداها رو در انگلیسی باید خوب تلفظ بکنید پلیز یعنی لطفاً کام که گفتیم یعنی آمدن اگین یعنی دوباره Please come again یعنی لطفا دوباره بیاید، لطفا دوباره تشریف بیارید دارید تعارف میکنید به طرف دارید احترام میگذارید بهش Please come again لطفا دوباره بیاید، لطفا دوباره تشریف بیارید مثلا فرض بگیرید که رفتید چیزی بخرید فروشنده یه مغازه به شما میگه Please come again. لطفاً دوباره تشریف بیاورید. یا مهمونی که اومده خونه شما داره میره از خونه شما. شما دارید بهش احترام میگذارید و تعارف میکنید. Please come again. لطفاً دوباره بیایید. Please come again. Please come again. It's raining again. It's raining again. It's یعنی آن است. چه اتفاقی داره میفته؟ Raining در حالت ing فعل رین. رین یعنی باران باریدن. Raining حالت آینجیه. It's raining حالت حال استمراریه. It's raining یعنی دارد باران میبارد. کاری که استمرار داره. یک مدتی داره اتفاق میفته. It's raining. آن دارد میبارد در واقع معنی لغویش میشه اما در بیان ساده میگیم داره بارون میباره It's raining یعنی دارد باران میبارد یا خیلی ساده تر داره بارون میباره حالا again هم بهش اضافه شده دوباره It's raining again داره دوباره بارون میباره مثلا فرض کنید که صبح بارون داشته میباریده و قطع شده حالا دوباره یه مدت که قطع شده دوباره شروع کرده به بارش حالا شما میگی It's raining again داره دوباره بارون میباره خدا رو شکر که های خداوندی بر سر ما داره نازل میشه و بارون میباره It's raining again It's raining again کام again tomorrow. کام again tomorrow. Come یعنی آمدن و در اینجا در ابتدای جمله اومده یعنی بیا، تشریف بیار. بیا. Again یعنی دوباره. Tomorrow یعنی فردا. کام again tomorrow یعنی فردا دوباره بیایید. ساختار امریه چون کام فعل اصلی جمله است و در ابتدای جمله اومده میشه بیا. Again دوباره tomorrow یعنی فردا دوستان در مورد تلفظ tomorrow دقت بفرمایید آرش رو وقتی که میخواید تلفظ بکنید تلفظ آر کمی فرق داره با تلفظ ر در فارسی ما در فارسی ر رو به این صورت تلفظ میکنیم یعنی زبونمون حالت مسلسلی داره شلیک میکنه R -R. اما در انگلیسی وقتی که میخواید آر رو تلفظ بکنید زبونتون جمع میشه نزدیک به سقف دهانتون میشه آر آر، پس تومارو، tomorrow. تومارو، نمیگیم تومارو، تومارو نیست، تومارو، تومارو یعنی فردا پس جملهمون شد کام اگن تومارو، فردا دوباره بیاید، فردا دوباره تشریف بیارید کام اگن تومارو هی فیلد اگن؟ Has he failed again? Has he failed? در واقع سوالی شده يه. He has failed یعنی او شکست خورد او رفوزه شد Fail یعنی شکست خوردن Failed یعنی شکست خورده He has failed حالت حال کامله یعنی یک اتفاقی اتفاق افتاده و به صورت کامل رخ داده و ادامه هم نداره هی هز فیلد او شکست خورد حالا سوالی شده هز هی فیلد یعنی آیا او دوباره رفوزه شد آیا او دوباره شکست خورد اگن هم داره اگن یعنی دوباره. has he failed again؟ یعنی آیا او دوباره شکست خورد؟ مثلا فرض کنید که قهرمان تنیستون مثلا مسابقه داده شکست خورده بعد شما میگید has he failed again؟ آیا دوباره شکست خورد؟ عجب has he failed again؟ has he failed again؟ I will try it again. I will try it again. I Yani Man Zamire I یعنی من در هر جای جمله انگلیسی که بیاد اول آخر وسط باید به صورت بزرگ و کپیتال نوشته بشه این رو فراموش نکنید چون دیدیم که توی کامنت ها بعضیاتون آی رو به صورت کوچیک می نویسید فراموش نکنید که زمیر آی باید هر جای جمله که باشه به صورت بزرگ یا کپیتال نوشته بشه ویل برای بیان زمان آینده است try یعنی سعی کردن تلفظش رو هم که خدمت ارز کردیم به صورت try try اشتباهه try یعنی سعی کردن تلاش کردن it اشاره میکنه به اون موضوعی که گوینده داره در موردش صحبت میکنه مثلا فرض کنید که شما یک جمله و عبارت رو بیان کردید زدای خودتون رو ضبط کردید اما میبینید که موفقیت آمیز نیست اما میبینید که اشتباه داره بعد اینجا میگید I will try it again من دوباره تلاش خواهم کرد دوباره سعی خواهم کرد هرگز خسته نمیشیم دوباره و دوباره تلاش میکنیم و بهتر و بهترش میکنیم again هم که یعنی دوباره I will try it again من دوباره تلاش میکنم پس در این جمله it اشاره میکنه به این تمرین کردن شما به اون موضوعی که دارید بهش اشاره میکنید I will try it again من دوباره سعی خواهم کرد من دوباره تلاش خواهم کرد I will try it again Please do that again. Please do that again. Please یعنی لطفا Do یعنی انجام دادن. That اشاره میکنه به اون کاری که از شما داره میخواد طرف. That با این تلفظ یعنی زمانی که میخواهید TH رو در that تلفظ بکنید زبونتون زیر نیش دندون بالا و سعی میکنید بگید ز, ز زنبور میشه ذ ذ that that again یعنی دوباره please do that again یعنی لطفا دوباره اونو انجام بده لطفا اون دوباره اون کارو انجام بده please do that again Let's meet again soon. let's meet again soon let's مخفف یا مختصر شده يه. let us us یعنی ما را یا به ما let یعنی اجازه دادن let پس شد اجازه بده به ما بیا فلان کارو بکنیم let's let's پس به همین صورت تلفظ میشه و دقت داشته باشید let یک فعله و در ابتدای جمله اومده حالت امری داره حالت درخواست کردن داره let's یعنی بیا فلان کارو بکنیم به ما اجازه بده که فلان کارو بکنیم کدوم کارو meet meet یعنی ملاقات کردن دیدار کردن با فردی دیدار کردن again یعنی دوباره soon یعنی به زودی یعنی زیاد دیر نباشه زود به زودی اتفاق بیفته چی اتفاق بیفته meet ملاقات کردن let's meet یعنی بیا ملاقات کنیم بیا همدیگر رو ببینیم اجازه بده که همدیگر رو ببینیم again دوباره soon به زودی let's meet again soon یعنی بیا دوباره به زودی همدیگر رو ببینیم Let's meet again soon. تام کات Class again تام کات again. تام که مشخص یه آقای به اسم تام اسم خاصه پس حرف اول به صورت کپیتال یا بزرگ نوشته شده، کات فعل جمله است. فعل اصلی جمله است، یعنی بریدن یا قطع کردن و کات در زمان گذشته بیان شده، پس یک فعل بیقاعده است در زمان گذشته هم نوشته میشه یعنی فعل بیقاعده است در زمان گذشته هم به همون صورت زمان حال نوشته میشه کلاسز یعنی کلاس ها again, یعنی دوباره تام کات classes again یعنی تام دوباره کلاس ها رو پیچوند تام دوباره کلاس ها رو نیومد غیبت کرد کلاس ها رو پیچوند تام کات classes again Tom cut classes again. I tried again and again. I tried again and again. I tried یعنی من سعی کردم فعل اصلی جمله try یعنی سعی کردن i tried یعنی من سعی کردم در زمان گذشته again and again یعنی دوباره و دوباره I tried again and again یعنی من دوباره و دوباره سعی کردم من بارها سعی کردم مثلا طرف شما میگه که چجوری انگلیسی رو انقدر مسلط شدی چقدر رشد کردی چگونه این اتفاق افتاد شما میگید I tried again and again من بارها سعی کردم دوباره و دوباره سعی کردم پس راه یادگیری دوستان همینه تمرین و تمرین و تمرین سعی کردن و سعی کردن و سعی کردن I tried again and again I want to see you again I want to see you again I یعنی من want یعنی خواستن I want to یعنی من میخوام که چی کار کنم see ببینم کیو you تو رو again یعنی دوباره I want to see you again یعنی من دوباره میخوام ببینمت مثلا فرض کنید که با یه خانومی یا با یک آقای قرار گذاشتید حالا قرار کاری بوده قرار هرچه که بوده بعد ایشون احتمالا از شما خوشش اومده و به شما میگه I want to see you again من میخوام که دوباره شما رو ببینم یا فرض بگیرید اون فردی که میخواد جمله رو بگه شمایید از طرف خوشتون اومده و در پایان قرار بهش میگید I want to see you again من دوباره میخوام ببینمت I want to see you again I will never do it again. I will never do it again. I will یعنی من انجام خواهم داد چی رو do انجام دادن انجام دادن چی it it اشاره میکنه به اون کاره I will never do من هرگز انجام نخواهم داد پس never میشه هرگز I will never do it من هرگز آن را انجام نخواهم داد again Dubore I will never do it again Yanni Man Harges کار on نخواهم کرد. I will never do it again It is likely to rain again It's likely to rain again It's likely Yani یه جورایی شبیه اینه که این اتفاق بیفته لایک like یعنی دوست داشتن معنیشو بلدید یه معنی دیگه داره یعنی شبیه بودن و اینجا likely یعنی اینجوری شبیه اینجوری به نظر میاد it's likely اینجوری به نظر میاد اینجوری بوش میاد که to rain که باران بباره again دوباره It's likely to rain again یعنی انگار یا به نظر میرسه اینجوری بوش میاد که میخواد بارون بباره دوباره It's likely to rain again Do not let that happen again Don't let that happen again. Don't let یعنی اجازه نده چرا؟ Let یعنی اجازه دادن Do not let یعنی اجازه نده ساختار امری در حالت منفی Don't let یعنی اجازه نده That یعنی آن اشاره میکنه به اون موضوعی که داره صحبت میکنه تلفظ تی ایچ هم که خدمتتون عرض کردیم That ذ، ذ، زبون زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید ز زنبور ذات هپن اتفاق افتادن اگن یعنی دوباره dont let that happen again اجازه نده که دوباره اون اتفاق بیفته dont let that happen again آرزوی تندرستی و موفقیت برای شما عزیزان و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید داریم.